بینندگان عزیز سلام بر شما. خوشوقتم که باز هم با پیشکش نمودن برنامه جهان اقتصاد لحظات مهمان خانه های شما عزیزان هستم. برنامه امروزی را با ارتباط معرفی و ایجاد سازمان همکاری 5 کشور اقتصادی نوظهور بریکس اختصاص دادم. جهان در شرایط فعلی دچار هاشفتگی های زیاده هست، جهانی که از 30 سال بدین سو دیگر قابل شناخت نیست. جنگ سود و سرمایه میان تعداد از سرمایه داران بزرگ که بیش از 85% از تولیدات جهان را در دست دارند موجود است. آنها تصمیم گیرندگان سرنوشت مردم بخصوص کشورهای جهان سیومند. کیها باید گرسنگی بکشند و تاراج شوند و کیها در فقر و جنگ و بی‌عدالتی زیست نمایند و بالاخره بمیرند. همه و همه از جانب چند کشور و یا کمپانی بزرگ در سطح جهان تعیین می‌گردد. جهت مبارزه با این وضع و بیرون رفت از وضع فعلی جهان، چشم امید به سازمانی که به نام بریکس از جانب 5 کشور اقتصادی نوظهور جهان ایجاد گردیده می باشد. توافق 5 اقتصاد نوظهور بزرگ یعنی روسیه، برازیل، هند و افریقای جنوبی که سازمان بریکس را تشکیل می دهند، برای تأسیس یک بانک توسعه‌ای مشترک که قبل از همه برای افزایش مشارکت های اقتصادی کشورهای عضو هستند، در حقیقت یک هوشدار برای نظم حال حاضر تجارت جهانی است که قدرت اصلی مالی و بانکی آن در دست آمریکا و متحدان اصلیش از جمله اروپا یا به عباره دیگر کشورهای صنعتی بزرگ است می باشد. سوال طرح می گردد، این نظم تجارت جهانی فعلی چیست؟ و چرا 5 اقتصاد نوظهور دنیا به این نتیجه رسیدن که به جای همراهی با اقتصادهای بزرگ غربی بخصوص آمریکا، باید به طور مستقل دور هم جمع شوند و سازمانهای موازی با آنها ایجاد کنند؟ جهت پی بردن به ریشه های تجارت جهانی فعلی، باید کم و بیش تاریخ اقتصاد حداقل 60 سال اخیر مورد مطالعه قرار بگیرد و اقتصاد آمریکا و دلار را که نقش بزرگ و رهبری کننده در اقتصاد جهان اخذ نموده است بدانیم. در حقیقت در دو مقطع زمانی آمریکا توانست جایگاه خود را در اقتصاد و تجارت جهانی مستحکم سازد. نخست در کنفرانس برتن ووز پس از جنگ جهانی دوم. کشورهای اروپایی در جنگ جهانی دوم آنقدر آسیب دیده بودند که دیگر توان مالی، اقتصادی و اجتماعی برای تداوم ریاست اقتصادی خود را در جهان نداشتند. در حالی که در او زمان آمریکا یگانه کشور بود که به دلیل دور بودن جغرافیایی از جنگ جهانی دوم آسیب کمتر دیده بود و چشم همه به اقتصاد هزی کشور و دلار هی کشور بود که از ویرانه های جنگ رونق اقتصادی به وجود آورد. همی اتفاق تاریخی در برتن ووز وسیله شد که دلار توانست خود را در آن به عنوان پول برتر به جهان ثابت کند. علاوه بر ازی در کنفرانس برتن ووز سازمان های چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز ایجاد شدند. در رابطه با این دو نهاد ما در یکی از برنامه های قبلی صحبت نمودیم که با توجه به زمان تأسیس این نهادها به طور طبیعی قدرت اصلی این مؤسسات نیز در دست آمریکا و کشورهای اروپای غربی قرار داشت. پس از جنگ جهانی دوم جهان به دو قطب شرق و غرب تقسیم شد.
که این تقسیم مانع گسترش تجارت جهانی به شیوهی که امروز ما شاهد از او هستیم شد. در این زمان به جای شرکت‌های جهانی، شرکت‌های چند ملیتی شکل گرفتند. کمپانی‌ها و یا شرکت‌هایی که به یک کشور خاص متعلق بود، اما سرمایه گذاران و سهامداران را از کشورهای مختلف داشتند که در کشورهای مختلف فعالیت می‌کردند. در این زمان هنوز شرکت‌ها نقش عمده نداشتند و افرادی که صاحب ثروت بی‌نهایت زیاد بودند، حرف برای گفتن در عرصه جهانی نداشتند یا نقششان بی‌نهایت محدود بود. این شیوه تا سقوط کمپ سوسیالیستی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ادامه یافت. در حقیقت رویداد تاریخی دوم که جایگاه آمریکا و متحدان غربیش را در اقتصاد مستحکم تر ساخت، فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد بود. با پایان جنگ سرد فضای حاکم بر تجارت، ترکیب بیش از پیش کشورها در پروسه جهانی سازی بود. پروسه‌ای که مبتنی بر رابطه برد برد شکل گرفت. شعار بزرگ جهانی سازی ای بود که شرکت‌ها و سرمایه‌ها سرحد ندارند و هر کشور و حتی شخص بنا به ثروت و توانایی خود می‌تواند بر پیشرفت و اقتصاد دیگرها اثر بگذارد. در همین زمان یک شرکت میتونست سهامدار عمده آمریکایی داشته باشد، اما در لوکزامبورگ ثبت شده. دفتر اداریش فرزند در سوئیس است و کارخانهش در چین. همه این مرزها در هم ریخته شدند فقط برای از اینکه تجارت بهره ور شود. بسیاری از شرکت‌های معروف بین المللی که در واقع آمریکایی یا ژاپنی بودند با این شکل در مرزها پراگنده شدند، به طوری که دیگر نمیتوان آنها را به نام آمریکایی یا ژاپنی یاد کرد، به خاطر از اینکه عملیات آنها در نقاط مختلف جهان پخش شده است. در این زمان است که نوآوری‌های مالی و ظهور سرمایه‌داران بزرگ طور در کشورها و بیرون از مرز به شیوه‌های مختلف مؤسسات مالی و یا به شکل فوندهای مالی عرض اندام می‌کنند که به مثابه شرکت‌های ابرقدرت مالی در درون کشورها و بین مرزها فعالیت می‌کردند. و البته این موارد مثال‌های کوچک بود که در دنیای مالی و بانکداری دنیا رخ داده بود. آنقدر تجارت و صنعت مالی جهان در هم آمیخته شد که به ندرت می توانست پی برد که فعلا چی کسی چقدر به دیگر وابسته هست. به نظر می رسید از شرق آسیا تا آمریکا همه و همه به شکل از اشکال وابسته به هم دیگر شدند. این حالت تا سال 2007 به اوج خود رسید، اما بعد از او آهسته آهسته با بروز علائم بحران مالی در بازار املاک آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر و اوج گرفتن این بحران در سال 2008 ایشادی تمام شد. در حقیقت زلزله مالی در آمریکا تبدیل به سونامی در اقتصاد دنیا شد و نشان داد که تا چی اندازه دنیای تجارت و روابط آن پیچیده و با هم تنیده شده است. تا آنجا که این رابطه برد برد می تواند، باخت باخت نیست باشد و حتی باخت در آن برای بعضی بازیگران خرد که برد چندان در گذشته هم نداشتند بیشتر و دردناکتر باشد. بحران مالی 2008 نشان داد که اقتصادها باید از جهانی شدن و در هم آمیخته شدن لجام گسخته خودداری کنند و در عوض دوباره تا حد معقول به سمت روابط منطقوی یا دو یا چند جانبه رو بیاورند
تا درگیر اشتباهات گذشته نشوند. ایده شکلگیری گروه به نام بریک در سال 2001 توسط مؤسسه سرمایه گذاری گلدن ساکس با منظور پیشبینی وضعیت اقتصادی جهان و قدرت‌های برتر آن در نیم قرن آینده مطرح گردید. جیم اونیل اولین بار نام مخفف این گروه را در سرحد یک روزنامه اقتصادی به کار برد. در 61مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، وزرای امور خارجه کشورهای برازیل، روسیه، هند و چین، یعنی چهار کشور، گفتگوهای مقدماتی را آغاز کردند. بعد از این اجلاس، رهبران ارشد بریک در چهار نشست دیپلماتیک در اکاترینبورگ، ساو پاولو، ژاپن و لندن به منظور محکم ساختن پایه‌های شکلگیری این گروه شرکت کردند. اولین اجلاس گروه بریک در 16 جون سال 2009 میلادی در اکاترینبورگ در روسیه با حضور آقایان لوئیس ایناسیو، خانم لودا داسیلووا، آقای دیمیتر مدیدوف و منموهن سینگ و آقای هوجینو تایو با عنوان نمایندگان کشورهای برازیل، روسیه، هند و چین برگزار گردید. در این اجلاس کشورهای عضو بریکس بر موضوعات چون روش‌های بهبود وضعیت اقتصادی و اصلاح نظم مالی جهان تمرکز گردیدند. همچنان این کشورها به ارتباط برقراری روابط پولی و تجاری نزدیک با یک دیگر و ایفای نقش مؤثر و بیشتر در امور اقتصادی جهان با بحث و تبادل نظر پرداختند. آفریقای جنوبی تلاش‌های فراوان در سال 2010 به منظور عضویت در گروه بریک از خود نشان داد. وزرای امور خارجه کشورهای عضو در نشستی که در 21 سپتامبر 2010 در نیویورک برگزار گردید با عضویت آفریقای جنوبی موافقت کردند. عنوان بریک پس از پیوستن آفریقای جنوبی با بریکس تغییر نام یافت. اولین بار آقای جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی در 14 اپریل 2011 در سومین اجلاس سازمان بریکس با عنوان نماینده کشور آفریقای جنوبی شرکت کرد. با دنبال نشست اکاترینبورگ رهبران کشورهای بریکس هشدار دادند که باید در نظام مالی جهان اصلاحات صورت بگیرد تا بتواند به یک نظم کار به نظام کارا مطمئن و باثبات تبدیل شود. هرچند این کشورها منتقدین سلطه دلار آمریکایی در نظام رایج اسعاری نیستند، در حالی که قبلا روسیه به همین ارتباط انتقاد کرده بود، اما در این نشست نگرانی خود را نسبت به کاهش ارزش دلار ابراز کردند. در 21 مارس 2011 چهارمین اجلاس گروه بریکس در دهلی نو برگزار گردید. افزایش مبادلات تجارتی با یک دیگر، همکاری مالی، کاهش وابستگی به اروپا و ایالات متحده آمریکا و تأسیس بانک توسعه جنوب از موضوعات مطرح شده در این اجلاس بود. نام بریکس از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو این گروه که شامل برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است تشکیل شد. سازمان بریکس پنج قدرت اقتصادی نوظهور جهان را از سه قاره در حال توسعه با دیگر مرتبط می سازد تا ائتلاف را تشکیل دهند که در کمتر از 10 سال به یک قطب و قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شوند.
وجه تمایز کشورهای بریکس رشد پرشتاب اقتصاد آنها و نفوذ در امور جهانی است. نیمه از جمعیت جهان و 28% از ظرفیت اقتصاد جهانی را در اختیار دارند. بریکس امروز به عقیده اعضای آن عامی کشورهای در حال توسعه و برقرار کننده تعادل و عدالت اقتصادی در جهان تحت سیطره نظام پولی و بانکی غربی است. اعضای گروه بریکس در مجموع به استثنای روسیه از جمله کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال ظهور هستند. این کشورها با رشد سریع و فراگیر و نفوذ تاثیرگذار در امور جهانی و منطقوی از دیگر کشورها متمایز می شوند. در سال 2012 تولید ناخالص داخلی این کشورها 13.6 تریلیون دلار آمریکایی بود. رئیس جمهور چین معتقد است که گروه کشورهای عضو بریکس حامی و ارتقا دهنده افزایش کشورهای در حال رشد و نیروهای حفظ صلح جهان خواهد بود. در میان اعضای بریکس هند با رشد اقتصادی چشمگیر می درخشد، در حالی که چین مدت هاست از ایده اولیه تشکیل بریکس دور شده است، زیرا که تلاش دارد با برنامه های بخصوص خودش از جمله ابتکار کمربند و جاده یا بری پیش قدم باشد و نقشش را بیشتر گسترش دهد. رشد اقتصادی چین که 2/3 تولید ناخالص این گروه را تشکیل می دهد از آن سرعت قبلیش دور شده و سطح رشد دو برابر حالا فقط یاد از گذشته است. در سال 2016 تولید ناخالص چین 6.7 فیصد بود، در حالی که پیش بینی می شود که تا سال 2018 این کشور فقط 6 فیصد در این عرصه رشد خواهد کرد. با این کاهش کنترل شده توسط دولت، چین می خواهد اقتصادش را تنظیم مجدد نموده و به جای صادرات و تولید محصولات ارزان قیمت به تقاضا و خدمات داخلی تمرکز کند. این عمل امکان دارد که برای چین یک مانور خطرناک باشد. علاوه بر ظرفیت شناخته شده چین در صنایع سنگین، رونق املاک و مستغلات بسیار متغیر بوده و به خاطر قروض بسیار بزرگ شرکت های بزرگ، ذخایر مالی خارجی در چین به سرعت در حال کاهش است. به نظر می رسد که روسیه حتی در وضعیت مبهمتر قرار دارد. کاهش قیمت نفت و تحریم های وضع شده از سوی غرب به اقتصاد این کشور شدیداً ضربه زده است. ارزش روبل کاهش یافته و فشار به خاطر تورم داخلی افزایش یافته است. وضع برزیل به مراتب بدتر است، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی. این کشور که چشم امید آمریکای لاتین بود، حالا دولت درگیر بحران دارد. قیمت پایین نفت باعث بروز بحران اقتصادی شده. مصرف برزیلی ها کم و بیکاریشان بیشتر شده است. کاملا برخلاف بحران سیاسی فعلی، دولت برزیل در حال حاضر با مشکلات مالی زیاد روبرو است، چنانچه تمام دنیا در آخرین مسابقات جام جهانی 2014 فوتبال شاهد این وضع بودند. عضو آفریقایی اتحاد نیز از لحاظ اقتصادی در تلاش است تا رشد اقتصادی این کشور را در 5 سال گذشته به میزان قابل توجه کاهش یافت که به میزان قابل توجه کاهش یافته بهبود بخشد. عدم تعادل تجارتی تا حد زیادی در آن بالا بوده و قروض دولت به سطح بحرانی رسیده است.
شرایط اقتصادی ضعیف است و عدم اطمینان سیاسی در حکومت بسیار بالا می باشد. این وضع سرمایه گذاران خارجی را تهدید می کند، کسانی که افریقای جنوبی به سختی با آنان نیاز دارد. هند هنوز هم یک منبع امید در بریکس می باشد. اقتصاد این کشور با وضوح در حال افزایش است. صندوق بین المللی پول یا IMF پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی این کشور سال آینده هم 7.6% را نشان خواهد داد. هند برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر از پیش جذابتر می شود، بخصوص به دلیل ای که بخش های قبلا بسته در کشور به صورت فزاینده برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ها باز شده است. در عین حال انتظار می رود که موانع بیروکراسی در هند هایسته هایسته کم شوند، در حالی که مقررات ملی متعدد در 29 ولایت این کشور وجود دارند ولی در هماهنگی با هم قرار دارند. همه اینها امید زیاد نسبت به هند برمغان می آورد. به هر حال هند هنوز هم با چالش های زیاد روبرو است. حداقل 2/3 از جمعیت هند از رونق تازه به میان آمده ای کشور بی بهره ماندند. در مقایسه با دهه 70 حدود 800 میلیون هندی که در مناطق روستایی زندگی می کنند در حال حاضر غذای کمتر برای خوردن دارند. ای وضع نامناسب مخصوصا برای یک عضو گروه بریکس است که سوال خلق می شود که ائتلاف اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس چگونه می تواند چالش برای اقتصاد جهانی متکی به اروپا باشد؟ بریکس در اقتصاد امروز جهان چی جایگاهی دارد؟ در زیربنای اقتصاد بین الملل تحولات قابل توجهی در حال شکل گیری و رخ دادن است و شاخصه های هژمونی یا ابرقدرتی امریکا دست کم در حوزه اقتصاد از سوی قدرت های نوظهور اقتصادی بیش از هر زمان دیگر با چالش کشیده می شود. چین از یک سو بانک توسعه زیربنایی را با سرمایه اولیه 100 میلیارد دلاری راه اندازی می کند و از جانب دیگر در چوکات بریکس با همکاری روسیه و دیگر قدرت های نوظهور نو یا اقتصاد های نو افتتاح صندوق ذخیره یا صندوق پولی بریکس را با 100 میلیارد دلار سرمایه تصویب می کند. در بخش انرژی نیز اتفاق مهم رخ می دهد. روسیه که با تحریم های اقتصادی غرب پس از بحران اوکراین مواجه هست و طبیعتاً این تحریم ها البته بدون مشکل نبوده است، طرح انتقال گاز به چین از مسیر شرقی را تصویب تبادلات اسعار دو کشور را راه اندازی می کند. حالا صدای زنگ فروپاشی نظام اقتصادی مبتنی بر پیمان برتلوز و پس از آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بهتر شنیده می شود. اعلامیه اجلاس سران کشورهای برازیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی موسوم به بریکس درباره مبارزه با گروه هایی که در پاکستان پایگاه دارند برای دولت افغانستان از اهمیت ویژه برخوردار است. این اجلاس روز دوشنبه 13 سپتامبر 1396 در شهر شیامین چین برگزار گردید. با اعلام استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و اینکه پایگاه ها و مراکز اصلی رهبران گروه های شورشی همانند طالبان در پاکستان قرار دارد. رهبران پنج کشور در حال توسعه
برای اولین بار وجود گروه های تروریستی مقیم پاکستان را به عنوان نگرانی امنیتی منطقه اعلام کردند. هند از این دستاورد استقبال کرده و آن را قدم مهم برای مبارزه با تروریسم خوانده است. چین در از متحدان استراتژیک پاکستان که همواره از این کشور حمایت کرده نیز از این تصمیم استقبال کرده. آقای کینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که جهتگیری چین در مبارزه بین المللی علیه تروریسم محکم و استوار است. اعلامیه بریکس را کابل دستاورد دیگر می داند. چند قبل استراتژی آمریکا درباره افغانستان اعلام شد. چین به بخش این استراتژی که از وجود پناهگاه‌های امن تروریستی انتقاد می‌کند، واکنش منفی نشان داد و گفته بود که پاکستان خط مقدم جبهه مبارزه با تروریسم است و قربانی‌های بزرگ در این راستا داده است. در اعلامیه نهایی اجلاس بریکس آمده است که گروه‌های مانند طالبان، گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک اسلامی ازبکستان، شبکه حقانی، لشکر طیبه، جیش محمدی، تحریک طالبان پاکستان و حزب تحریر عامل ناامنی در منطقه هستند. شمار از این گروه ها در پاکستان حضور دارند. افغانستان بارها گفته که پاکستان تروریسم را به خوب و بد تقسیم کرده. اکنون مقامات هند گفته که جهان نمیتواند استاندارد و شاخصهای دوگانه برای تروریسم داشته باشد، که یعنی تروریسم خوب و تروریسم بد. بسیار جالب و غیر قابل پذیرش. چرا روسیه و چین؟ سوال خلق میشه که چرا روسیه و چین از این تصمیم حمایت کردند؟ و باز هم سوال طرح میگردد که چی چیز باعث علاقمندی هی کشورها به خاطر مبارزه علیه این گروپ های تروریستی گردیده است. حمایت اعضای بریکس از روند مبارزه با شورشیان مخالف دولت افغانستان و مهمتر از آن که در حمایت چین از روند مبارزه با گروه های شورشی که در خاک پاکستان موقعیت دارند یک دستاورد بزرگ برای کشور ما تلقی می شود. با توجه به مخالفت چین با استراتژی جدید امریکا، اکنون این سوال مطرح می شود که چیز باعث شد که چین با مبارزه با گروه هایی که پایگاه آنان با گفته افغانستان و سایر متحدانش در پاکستان است واکنش نشان دهد. چند عامل عمده برای این کار وجود دارد. چنانچه از نام کشورهای عضو بریکس پیداست، این کشورها در پی توسعه و داشتن دستاوردهای اقتصادی هستند که بدون وجود منطقه امن دسترسی به این هدف ناممکن است. از آن جایی که این گروپ را مسائل اقتصادی گرد هم جمع کرده، بناهن برای دستیابی به این هدف باید در پیرامون این کشورها ثبات و امنیت برقرار باشد. اشاره روشن بریکس به پاکستان و حمایت پاکستان از گروه های تروریستی به این دلیل است که این گروه ها می توانند اهداف اقتصادی و ثبات تجارتی را به خطر بیندازند و به همین دلیل برای اعضای بریکس خطر تلقی می شود و از جانب دیگر گروه های تروریستی اهداف فرامنطقوی دارند. چون کشورهای آسیای مرکزی بازار بزرگ برای گروه بریکس تلقی می شود و برای دستیابی به بازارهای این منطقه موجودیت ثبات یک حمله حیاتی است. بناهن با توجه به راهکار اقتصادی بریکس، این گروه نیاز دارد که
که راهبرد جدی را برای مبارزه با تروریسم روی دست گیرد. طوری که تجارب چند ساله ثابت نموده است، هدف آمریکا از این استراتژی مدیریت گروه‌های تروریستی است، نه مبارزه با آنها. از همین جهت چین و روسیه از استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان انتقاد نموده و نگران از او هستند. اعلامیه جدید بریکس خوشبینی های را در افغانستان ایجاد کرده که شاید چین از شریک استراتژیک خود یعنی پاکستان رو گرداند، زیرا برای چین منافع اقتصادیش اولویت دارد، ولی به این معنی تغییر روی کرد چین در قبال پاکستان نیست. نباید فکر کرد که چین فاصله خود با پاکستان بیشتر خواهد کرد و این اعلامیه را نباید به معنی تغییر دیدگاه استراتژیک و راهبرد چین نسبت به پاکستان دانست. این روند می تواند باعث ایجاد محدودیت ها و همراه با تهدیدها و مخاطرات باشد. چین نیز نگران سرایت و گسترش تفکرات افراطی در ناحیه دور افتاده غربی سینکیانگ است. پاکستان در واکنش به این اعلامیه گفته که خاک این کشور پناهگاه امن برای گروه های تروریستی نیست. آقای خرم دستگیر وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که 40% خاک افغانستان پناهگاه امن برای تروریستان است. با تأسف. ولی دولت افغانستان معتقد است کشورهایی که تروریسم دولتی را تشویق می کند باید تلاش شود تا به حاشیه رانده شوند. سوال طرح می گردد، گسترش افرادگرایی چقدر جدی هست؟ از جمله 5 کشور عضو بریکس فقط افریقای جنوبی و برازیل از خطر گسترش افرادگرایی اسلامی به دور هستند. چین، هند و روسیه بیشترین نگرانی را از این جهت دارند. نفوس گروه های تروریستی به یک حوزه محدود نیست و کشورهای سراسر جهان در معرض تهدید قرار دارند. سربازگیری که توسط گروه های تروریستی انجام میشه شامل حوزه ها و کشورهای مختلف میتواند باشد و پیامد منفی برای تمام کشورها میتواند داشته باشد. چین از خطرات جدید در منطقه به خوبی آگاه و آن را درک می کند و سیاست دولت افغانستان برای مبارزه با تروریسم و اصل حمایت کرده است. طوری که از وضع موجود برمی آید پیش بینی می گردد که اعضای بریکس تصمیم متحدانه برای مبارزه با تروریسم گرفته که این تصمیم بیانگر آن است که یک اجماع جهانی دیگر در راه است. اجماع جهانی سال 2001 برای نابودی طالبان و القاعده با ندانمکاری‌های رؤسای جمهوری پیشین آمریکا آقای بوش و آقای اوباما و طالب پروری‌های آقای حامد کرزی رئیس پیشین افغانستان ناکام ماند. با در نظر داشته ای که آمریکا یکی از با قدرت‌ترین کشورهای بزرگ جهان در دنیا هست، بریکس با عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور تجلی سیاست تجدید نظر طلبانه نسبت به یک جانبه گرایی آمریکا در روابط بین الملل خواهد بود. این گروه با تقویت قابلیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود می توانند یکی از قطب‌های اصلی ساختار چند قطبی جهان در آینده باشند. در این میان تلاش این گروه برای ایجاد نظم چند جانبه شیوه معمول در نظام بین الملل
اما بر پایه امکانات فعلی است. پرسش اصلی ای است که سیاست خارجی بریکس نسبت به شیوه یک جانبه گرایی امریکا در نظام بین الملل چگونه است؟ بریکس نوع سیاست تجدید نظرطلبانه معتدل را در مقابل شیوه یک جانبه گرایی امریکا در پیش گرفته است. در آزمون این فرضیه از راهیافت شیوه معتدل استفاده می شود که از رهگذر دو متغیر یعنی اختلاف قدرت و وابستگی اقتصادی به این پژوهش کمک می کند. رهبران کشورهای عضو گروه موسوم به بریکس در دومین و آخرین روز نشست خود از در هند بر اتحاد بین خود تأکید کردند. نمایندگان این کشورها موافقت کردند که برای ایجاد توازن در اقتصاد جهان روابط تجاری خود را گسترش بدهند و در این نشست رهبران بریکس با ایجاد یک سازمان اعتبارسنجی مالی موافقت کردند. با عقیده آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین که میگه رشد اقتصادی جهان همچنان شکننده است، تجارت جهان و میزان سرمایه گذاری در حال سقوط است، قیمت کالاها افزایش پیدا کرده است و همچنان دچار نوسان است. هنوز مشکلات ریشه‌ای که می تواند بحران مالی جهانی دیگری را رقم بزند حل نشده است. 5 کشور عضو بریکس حدود نیمه از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و در مجموع معادل 1/4 تولید ناخالص داخلی جهان را تأمین می کنند. در حاشیه این نشست رهبران هند و روسیه قرارداد تحویل یک سیستم پیشرفته دفاعی هوایی به هند را امضا کردند. سیستم S-400 که از پیشرفته ترین سیستم دفاعی روسیه است. طوری که از شرایط فعلی دنیا برمی آید، در سال 2050 میلادی جمعیت کشورهای پیشرفته پیر می شوند و در مقابل کشورهایی که از نظر ثروت در حال توسعه قرار دارند جمعیت جوان خواهند داشت. در چنین شرایط کشورهای پیشرفته در سال 2050 یعنی در آینده نیازمند جمعیت کشورهایی در حال توسعه خواهند بود. هند در سال 2050 با داشتن جمعیت زیاد به طور جدی در اقتصاد جهان مشارکت کننده خواهد بود. بر همین اساس سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته در کشور هند که با توجه با نیروی انسانی خود موجب سودآوری برای سرمایه داران است با عامل مؤثر برای رشد و عامل دیگر یعنی سرمایه تبدیل خواهد شد. برعلاوه یکی دیگر از مهمترین عوامل رشد اقتصادی هند مصرف پایین مردم آن است، زیرا با این جمعیت زیاد اگر قرار بود هر کدام از ایندی ها به اندازه یک امریکایی مصرف میکرد باید فاتحه هند را میخوندیم. مصرف سرانه انرژی در امریکا طبق آمار بانک جهانی 9 برابر هند، در ژاپن در حدود 6 برابر و حتی در چین کم بیش از 3 برابر هند است. باید به این نکته توجه کرد که دوره های رشد و توسعه اقتصادی به جای این که سیر خطی طولانی داشته باشد بیشتر به صورت سیکلی است که اغلب دارای دوره های اوج تا نشیب حدوداً 3 تا 5 سال بوده
و شامل رشد، رکود و سپس دوره احیا و آغاز رشد مجدد می باشد. کمتر کشور به ویژه در بین کشورهای در حال توسعه توانسته است با اتخاذ سیاست‌های معقول دوران رشد خود را طولانی تر یا تداوم بخشد و دوره های رکود را تجربه نکند یا کوتاه نماید. دولت ها نیز همچون افراد عادی در دوران رشد، رفاه و توسعه خود گمان می کنند که دوره خوش همواره تداوم خواهد یافت، در حالی که در عمل این گونه نیست. کشورها اغلب در دوران خوشی به فکر بعد از آن نیستند و معمولا در دوران سختی و فشار سیاست های سنجیده تر و معقول تر و در دوران رشد و رفاه به نسبت سیاست های کمتر سنجیده اتخاذ می کنند. طوری که وزیر خارجه اندونزیا بیان می کند، روزگار بد باعث سیاست های خوب و روزگار خوب باعث سیاست های بد می شود. واقعا درست گفتن. به نظر می رسد که این موضوع بالای برازیل هم صدق می کند و دولت این کشور نتوانسته که از فرصت فراهم شده در دهه گذشته برای رفع مشکلات ساختاری و تنظیم تداوم روند رشد و سر سامان دادن به اقتصاد استفاده مطلوب ببرد. از همان ابتدا راه حل بحران مالی در همکاری گسترده کشورهای دنیا دیده شد. راه حل های از جمله گروه 20 و افزایش قدرت رای کشورهای چون چین در صندوق بین المللی پول، اگرچه به نوع تقسیم قدرت غرب و در رأس هم امریکا با دیگر کشورهای نوظهور اقتصادی برای حل بحران مالی بود، اما نشان داد که تسلط غرب بر آن سازمان برای دهها با آسانی و به سرعت کاهش نخواهد یافت. این اتفاقات در مجموع یکی از دلایل عمده چرخش نگرش اقتصادهای نوظهور به سمت روابط بین هم به جای تکیه به سازمانهای قدیمی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شد. یعنی یکی از دلایلش. اما اگر چی بحران مالی جهانی آغازگر تجدید نظر سیاست های جهانی سازی کشورهای مثل برازیل، روسیه و چین و دیگر کشورها بوده است، اما در ایجاد تأسیس بانک توسعه‌ای مشترک اتفاق دیگری نیز دخیل بوده است. مهمترین این اتفاقات تحریم های ایران و سپس روسیه بوده. چین و دیگر کشورها نیز ممکن است که به دلایل مختلف خود را در موقعیت مشابه تصور کنند، اما شکل و نوع این تحریم ها یک نتیجه جدی برای جهان داشت. نتیجه مهم تحریم های ایران ای بود که نشان داد در حقیقت جهانی سازی همان قدر که دسترسی کشورها را به هم آسان نموده، به همان اندازه برخورد با کشورهای غیر دوست را آسان می سازد و پیام این اتفاق آن است که آنچه بر روسیه و ایران اعمال شده است مدل است که در آینده می تواند علیه هر کشوری که منافعش در تضاد با آمریکا و اروپا است به کار رود. دوستان عزیز، این بود مطلب برنامه امروزی ما. هرگاه سوالات و نظریات در مورد برنامه جهان اقتصاد موجود باشد، می توانید از طریق ایمیل آدرس تلویزیون بهار برایم بفرستید. از توجه شما بزرگواران سپاسگزار هستم. تا برنامه آینده، خدا حافظ. شاد و کامگار باشید.